سلام بیننده های عزیز، با برنامه آماج امشب خوش آمدین. تقریبا 10 سال می شود که طالبان از قدرت در افغانستان کنار زده شدند و نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا وارد افغانستان شدند تا با طالبان و القاعده بجنگند. اما هنوز هم در افغانستان جنگ جریان دارد، البته در قسمت های از افغانستان. نقش روسیه در این 10 سال کمرنگ بوده است. خواستیم این سوال را از سفیر کشور فدراتیف روسیه در افغانستان آقای اندره اویتسیتیان در میان بگذاریم. مصاحبه با سفیر کشور فدراتیف روسیه تا لحظات بعد. در قدم اول از این که وقتتان را برای گفتگو با ما اختصاص دادید از شما تشکر میکنم. متشکرم. شما را به سفارت روسیه در افغانستان خوش آمد میگویم. جناب سفیر، ممکن است درباره روابط فعلی افغانستان و روسیه برای ما معلومات ارائه دهید و شما ارتباط افغانستان و روسیه را در آینده چگونه پیش بینی میکنید؟ باید بگویم که ارتباط افغانستان و روسیه همکنون به صورت چشمگیری در حال توسعه و گسترش است. ارتباط دو کشور مخصوصا بعد از سفر رسمی رئیس جمهور کرزی به مسکو در ماه جنوری به صورت قابل ملاحظه بهبود یافت. این اولین سفر رسمی رئیس جمهور کرزی جهت اشتراک در جشنواره مسکو بود. سفر رئیس جمهور کرزی به روسیه نتایج خوب سیاسی و اقتصادی را برای دو کشور به دنبال داشت. در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به روسیه توافقنامه‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور به امضا رسید و برنامه‌های زیادی برای گسترش رابطه دو کشور در عرصه‌های مختلف طراحی گردید. همکنون هر دو کشور تلاش میکنند که با سرعت هرچی بیشتر توافقنامه های ایجاد شده را عملی سازند. ما پروژه های زیاد را با همکاری افغانستان به اجرا خواهیم گذاشت که از آن جمله میتوان به پروژه خط لوله گاز اشاره کرد. برابری نسبت به آینده رابطه دو کشور بسیار خوشبین هستم. دو کشور افغانستان و روسیه دوست و همسایه های خوبی برای یکدیگر هستند و هیچ چیزی نمیتواند مانع گسترش رابطه ما با افغانستان گردد. Nothing can stop us from developing these relations further. در جریان 10 سال گذشته پس از این که نیروهای ائتلاف بین المللی به شمول آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای خارجی برای مبارزه با گروه القاعده و طالبان وارد افغانستان شدند و حکومت طالبان را شکست دادند، اما نقش روسیه در افغانستان در این دوره بسیار ضعیف و کمرنگ بود. شما علت کمرنگ بودن ارتباط دو کشور طی 10 سال گذشته را در چی می‌بینید؟ آیا این بخش از سیاست خارجی روسیه بود که در امور افغانستان نقش داشته باشد یا حکومت روسیه نمیخواست یک بار دیگر وارد افغانستان گردد و البته این مرتبه با گروه القاعده و طالبان مبارزه کند؟ خب، دیدگاه های مختلف در مورد این مشکل وجود دارد. در ابتدا می خواهم بگویم که نقش روسیه در قبال افغانستان ضعیف و کمرنگ نبوده است، چون روسیه از جمله کشورهایی بود که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور نیروهای ISAF در افغانستان حمایت کرد. روسیه پشتیبانی خیش را از نیروهای ISAF برای مقابله با تروریستان در افغانستان اعلام کرد. ما از هدف مشترک جامعه جهانی برای مبارزه با تندروان، دهشت افغانان و قاچاقچیان مواد مخدر به صراحت حمایت کردیم. اما روسیه در عملیات نظامی افغانستان دخیل نبود. بنابراین نظر به تصمیم کشور ما، روسیه در هیچ گونه عملیات نظامی که در افغانستان راه‌اندازی شود اشتراک نمی کند. این تصمیم کشور ما یک تصمیم قطعی و ثابت است که سربازان و نیروهای نظامی روسیه هرگز وارد خاک افغانستان نخواهند شد. هرچند نیروهای نظامی کشور ما در افغانستان حضور ندارند، اما کشور روسیه از تلاش‌های جامعه جهانی در افغانستان حمایت می‌کند. تنها گزینه جنگ و عملیات نظامی راه حل مناسبی برای برقراری ثبات در افغانستان نیست. جنگ می‌تواند بخشی از راه حل برای برقراری ثبات باشد، اما مسائل گسترده‌تری نیز وجود دارد که باید در کنار جنگ با آنها توجه شود. افغانستان بدون داشتن یک اقتصاد مترقی و دوامدار هرگز نمیتواند به ثبات دست یابد. کشور روسیه برای ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های اجتماعی با افغانستان همکاری می‌کند. ما هم‌اکنون بر روی پروژه‌های متعدد در افغانستان فعالیت می‌کنیم. یکی از این پروژه‌ها فراهم کردن شرایط تحصیلی محصلان افغان در روسیه است. هرچند روسیه در افغانستان حضور نظامی ندارد، اما کشور ما آماده است تا در ارتقای بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی افغانستان را کمک نماید. Russia is ready and has been
to cooperate in with Afghanistan in every other sphere. There was an announcement in Lisbon conference that در کنفرانس لیسبون اعلام شد که کشورهای خارجی در اخیر سال 2014 افغانستان را ترک می‌کنند. مردم افغانستان نگران افزایش ناامنی‌ها و احتمال حاکمیت مجدد طالبان پس از سال 2014 هستند. کشور روسیه پس از سال 2014 چه نقشی را در افغانستان بازی خواهد کرد؟ این که مردم افغانستان چه نقش را در کشور خیش بازی می کنند به خودشان تعلق دارد. روسیه در امور افغانستان دخالت نخواهد کرد. آنچه ما پس از سال 2014 و یا هر زمانی دیگر می خواهیم این است که افغانستان یک کشور مستقل با سال و با ثبات باشد. ما همچنان می خواهیم که افغانستان یک کشور بی‌طرف و عاری از حضور نیروهای نظامی خارجی باشد. وقت ما در شورای امنیت با حضور نیروهای ایساب در افغانستان رأی مثبت دادیم، در واقع هدف ما این بود که در آینده نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند خودشان مسئولیت امنیتی کشورشان را تأمین کنند. ما می خواهیم که نیروهای ائتلاف بین المللی پس از تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان این کشور را ترک کنند. در این صورت نیروهای امنیتی افغانستان قادر خواهند بود ثبات و امنیت کشور خیش را تأمین و تضمین کنند. ما می خواهیم که نیروهای ائتلاف مأموریت خیش را در افغانستان به پایان برسانند. البته آموزش و تجهیز اردوی ملی قوی و پلیس ملی نیز بخشی از مأموریت نیروهای بین المللی در افغانستان است. Also includes preparing and training a strong army and police. Well, what do you think the همکنون نیروهای خارجی برای مبارزه با طالبان و دهشت افغانان و ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان حضور یافتند. شما چه فکر میکنید؟ آیا این موضوع میتواند دلیل خوبی برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان باشد؟ چون اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز تجربه حضور در افغانستان را داشت. شما چه فکر میکنید؟ آیا این کشورها میتوانند در انجام مأموریت خیش موفق گردند؟ Well, it is a good reason. به نظر من مبارزه با دهشت افغانی و کشت و قاچاق مواد مخدر دلیل خوبی برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. اما نمیتوانم که بگویم آنان موفق خواهند بود یا خیر. تا حال آشکار است که نیروهای خارجی متاسفانه نتوانستند در انجام مأموریتشان در افغانستان موفق باشند. اما اکنون شرایط افغانستان غیر طبیعی و نگران کننده است. مواد مخدر بیشتر و به صورت گسترده‌تری در مقایسه با 10 سال گذشته از افغانستان به سایر کشورها قاچاق می‌گردد. در حالی که ما از انتقال قدرت به نیروهای امنیتی افغانستان استقبال می‌کنیم، اما نمی‌خواهم که نیروهای ائتلاف و به صورت عمومی جامعه جهانی تلاش‌ها و همکاریشان را در قبال افغانستان کاهش دهند. کمک و همکاری با افغانستان باید ادامه یابد و این همکاری نباید همانند دهه آخر قرن 20 میلادی متوقف گردد. ما شاهد آن بودیم که توقف کمک و همکاری در دهه آخر قرن 20 سبب جنگ و درگیری‌های داخلی شدید در افغانستان گردید. بنابراین مأموریت نیروهای خارجی در افغانستان هنوز تکمیل نشده است. از 10 سال گذشته بدین سو نیروهای ائتلاف بین المللی تلاش میکنند تا فعالیت شورشیان و طالبان را در افغانستان متوقف سازند. اما هم اکنون شاهدان هستیم که فعالیت شورشیان، طالبان و خشونت افزایش مییابد که از اثر آن شمار زیادی از مردم هر روز کشته میشوند. دلیل موفق نشدن نیروهای خارجی در انجام مأموریتشان چیست؟ چون انجام این ماموریت تنها از رای عملیات نظامی ممکن نیست. عملیات نظامی باید با رشد زیرساخت‌های مهم اقتصادی و شهروندی مردم تکمیل گردد. این موضوع برای همگی آشکار شده است. حتی جنرال‌های نظامی نیز درک کردند که نمی‌توانند تنها از راه عملیات نظامی کلاسیک در این جنگ پیروز شوند. آنان نمی‌توانند تنها در سخنانشان ابراز کنند که آنان پیروز شدند. این یک موضوع بسیار پیچیده است و باید با حساسیت و دقت تمام مورد رسیدگی قرار گیرد. ایجاد افغانستان با ثبات و با صلح تنها با داشتن زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی مناسب ممکن است. به همین دلیل روسیه از اظهار راهکار مصالحه و حاشیه ملی رئیس جمهور کرزی با طالبان استقبال کرده است.
تنها مصالحه و آشتی ملی با مخالفان می تواند صلح و ثبات را در افغانستان تأمین کند. And I'm sure that national reconciliation is the only way to bring peace back to Afghanistan. پس روسیه از مذاکرات صلح با طالبان حمایت میکند. روسیه از هر نوع تدبیر و تصور کلی افغانستان در راستای مصالحه و آشتی ملی حمایت میکند. برای استقرار صلح با ثبات دائمی در افغانستان، تمام گروه‌های سیاسی، قومی و نیروهای ملی باید با هم متحد شده و یک حکومت متشکل از تمام گروه‌ها را تأسیس کنند. تأسیس حکومت واحد با اشتراک تمام گروه‌ها می‌تواند سبب استقرار صلح و ثبات در افغانستان گردد. اما اکنون طالبان دشمن عمده و آشکار حکومت افغانستان هستند، چون طالبان مسلح در حال حاضر با دولت افغانستان می جنگند. اگر طالبان حاضر شوند که بدون هیچ گونه قید و شرط با دولت افغانستان مذاکره نمایند، حکومت افغانستان از آنان خواهند خواست تا به قانون اساسی کشور، حقوق بشر، حقوق زنان و سایر ارزش‌های کشور را بپذیرند. در صورتی که طالبان تمام این ارزش‌ها را بپذیرند ولی خواهان تشکیل امارت اسلامی گردند، نظر شما در این مورد cheese said this but let's have a islamic state what do you think well as far as I know afghanistan is already an islamic state خب تا جایی که من میدونم حکومت افغانستان در حال حاضر نیز یک حکومت اسلامی است این موضوع با دولت افغانستان ارتباط دارد که با کدام گروه میخواهد مذاکره نماید و یا چه نوع مذاکره ای را میخواهد با مخالفان انجام دهد اگر حکومت افغانستان در مورد مذاکره با مخالفان با توافق برسد این یک دستاورد خوب است و ما علیه چنین امری نیستیم خواست ما این است که مردم و حکومت افغانستان خودشان باید تصمیم بگیرند که چگونه صلح و ثبات را در کشورشان برقرار نمایند ما از سه شرط پیشنهادی حکومت افغانستان برای طالبان یعنی قطع ارتباط با القاعده متوقف نمودن جنگ و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان کاملا حمایت میکنیم ما فکر میکنیم که شرط های یاد شده مناسب و قابل قبول هستند و از آن حمایت میکنیم reasonable principles and we support it